سلام و درود به تمام شما مخاطبین عزیز، به خصوص پدران مهربان و دوست داشتنی. روز پدر به تمام پدران عزیز و مهربان باش آمد و با غیرت گرامی باد. پدر یعنی تکیگاه، ستون یک خانه. پدر تنها کسی که باعث می شود بدون شک باور کنیم که فرشته ها هم می توانند مرد باشند. هیچ حمایت عظیمتر از حمایت پدر نیست. در حقیقت پدر لطف خداوند در روی زمین است. همیشه لایق صد آفرین است. خوشا آنان پدر در خانه دارند. درون خانه یک پروانه دارند. ویدیوی امروزی مخصوصاً به وصف پدر است. به همین دلیل یک داستان پندآمیز و یک فکاهی بسیار جالب به وصف پدران عزیز داریم. پسر نزد رسول خدا آمد و از پدر خود شکایت کرد. گفت: ای رسول خدا، پدرم بدون از این که از من اجازه بگیرد مال مرا استفاده می کند. زمانی که رسول خدا سخنان پسر را شنید، پدر پسر را نزد خود خواست. وقتی پیرمرد از این گپ ها آگاه شد که پسرش از او نزد پیغمبر خدا شکایت کرده، خیلی از این کار پسرش متاثر شد. در راه که می آمد، چون آن زمان در میان عرب ها شیرگویی زیاد رواج داشت، چند سطرهای از شعر در ذهن پیرمرد گشت. آنها را با خود می گفت و تصمیم داشت که به رسول خدا نیز بگوید. در این وقت بود که جبرائیل امین نزد پیغمبر خدا آمد و گفت: قبل از اینکه میان این دو نفر فیصله کنی، در حوال در ذهن پیرمرد چیزی برای گفتن است، آن را گوش کن، بعدن فیصله کن. زمانی که پیرمرد آمد، رسول خدا گفت: اول آن شعری که در ذهن تو هست را بیان کن. همین که پیرمرد این را شنید، چشمانش را آب گرفت و گفت: ای رسول خدا، آن شعری که هنوز صدایش عطا به گوش خودم نرسیده، وقت خداوند جل جلاله از آن تو را آگاه ساخت. پس باید گفت: پسرم، زمانی که تو پیدا شدی فهمیدم که روزهای زحمت کشی من آغاز شد. تو گریه می کردی، ما خواب نمی کردیم. تو غذا نمی خوردی، ما نیز غذا خوردن نمی توانستیم. تو آنگاه که مریض می شدی به هر در و به هر طبیب می بردم تا باشد که علاجت شود. زمانی که گرمی می شد سخت به خاطر تو کار می کردم تا باشد سایه سرد را برایت مهیا کنم که گرمیت نکند. همین طور زمانی که خنک می شد چی سنگ را می شکستم، چی بارهای سنگین را بر می داشتم تا تو باشد که سرما نخوری. هر چی را کمایی کردم به تو کردم، هر چی را نگه کردم به تو کردم. به خاطر جوان شدن تو بسیار زحمت کشیدم، آنقدر که آلا کمر من از کمزوری و از ماندگی زیاد خم شده، ولی تو جوان و بلند شدی. سپس سر من خزان طوفان کرده، ولی تو مثل بهار گشتی. من خم شدم، ولی تو راست شدی. باز هم آرزوی من برآورده شد، تو سرسبز و سربلند شدی. پس حالا دیگر چند نفسی که مانده زیر سایه تو نشسته، بقیه زندگی خود را سپری میکنم. اما امین که جوان شدی، رویه تو تغییر کرد. این طور معلوم میشه که گویا چشمان تو بر سرت رفته که مرا نمیبینی. تو چنان سخن میگویی که گویا سینه هم را چیر میکنی. من که تمام عمرم را به تو زحمت کشیدم، حالا معلوم میشه که من چون غلام و یا نوکر تو بودم. اما کسی با خدمتکارش نیست این چنین سخن نمیگوید، حتی غذای یک وقت را برایش میدهد. خوب تو نیز مرا چون خدمتکار دانسته، حداقل غذا هم نمیدهی. در هنگام شنواندن امین شهر بود که نگاهش به پیغمبر خدا افتید. رسول خدا آنقدر میگریستند که تمام ریش مبارکش از گریه هایش تر گردیده بود. بعد از آن رسول خدا از جایش بلند شد و نزد پسر رفت و برایش گفت: تو و تمام چیز تو از پدرت هست. و این جمله را چندین بار تکرار کرد. خداوند متعال همه ما را برای درست هدایت کند، تا نباشد که هیچ پدر و هیچ مادر از فرزندانشان نارضا نباشند. ما را نیز توفیق عمل عطا فرماید تا آنها را از خود رضامند بسازیم، چون بیشک رضای والدین در رضایت خداوند هست و نارضایتی آنها در نارضایتی هست. در اخیر یک فکایی در رابطه با پدران مهربان و دوست داشتنی، اگر تکراری بود باز هم بخندید. پدر از پسرش پرسید: من را بیشتر دوست داری یا مادرت را؟ پسر جواب داد: اردویتون را. پدرش پرسید: اگر من بروم آمریکا، مادرت برود فرانسه، تو کجا میروی؟ پسرش جواب داد: فرانسه. پدر گفت: اگر من بروم فرانسه، مادرت برود آمریکا، تو کجا میروی؟ پسر جواب داد: آمریکا. پدر گفت: چرا؟ خب پسر باز هم جواب داد: چون قبلا فرانسه رفته بودم. پدرش قهر شد، گفت: احمق، حالا من و مادرت با هم برویم فرانسه، تو کجا میروی؟ پسر جواب داد: من خانه همینجا میباشم. پدرش گفت: حالا چرا؟
پسر جواب داد چون خسته هستم تازه از مسافرت برگشتم. امیدوارم معنی این فکاهی را دانسته باشید. اگر بله با یک جمله در کامنت مقصدش را بنویسید. تا برنامه بعدی خداحافظ.